نوبی داشت امپراتوری در لطفه هستیم به فکر آور همه رو بطلبیم سلامتی و موفقیت و سیمتا در تمام طول زندگی انشالله داشته باشیم. برای تابشین پی گیمل هستیم. پارچای در لطفه شروع میکنه و دبیر ارونا یه موشه به مون صحبت کرد خدا به موشه این طور دبیر ال احرون صحبت کن به ارون رمت سایلا و به گوگل در لطفه هنه رو در مول به نهم نورا موقعی که بالا میروید که چراغ ها رو روشن کنیم مقابل منورا یایی رو شیرعت هنه رو روشن کنند حق شم و یاد کن ارون انجام داره همینطور ارون مقابل منورا منورا شاخه وسطی هستش اعلان روتی ها این چراغ ها رو روشن کرد آنطوری که دستور خداوند به موشه لزه مرسه همینورا شکل منورا اینطوری بوده میخشار زهاب یک پاچه از طلا اگر خواهد پیرخا تا قسمت پایه و شکل گل داره یک پارچه کمره عشه رو عشه بده میشه طبق اون شکل و تصویری که خداوند نشون داد به موشه موشه ربنو هم منورا رو درست کرد. اینجا ببینیم که در مورد منورا قبلا صحبت کرده تو پارچه های تصویه جاهای دیگه داشتیم اما اینجا هم ببینیم که دوباره میاد فقط چند تا پاسخ اول اشاره میکنه چرا اصلا در مورد منورا صحبت میکنه سوالات زیادی توی قسمت پارشین روش توضیح میدن به علوت خواهی تنه روز چرا گفته به علوت خواه بالا ببر چرا نگفته روشن کردن است از دلیل میارن که منورا پله داشته از پله میرفته بالا و روشن میکرده همینطور بعدش میفرماد تصویر منورا چی بوده شکلهای مختلفی که درش وجود داشته و یه از که نهرون اهرون اونطوری که هرچین بهش دستور میده کار رو انجام میده و هر روز میامد منورا روشن میکرده. ایشا اولا میپرسن که خب چرا لازمه بود اینجا برامون توضیح بده؟ به خاطر اینکه قسمت های قبل پارشه قبل در مورد افتتاح میشکان هست که هر کدوم از قبرها قربانی آوردن اما اونکوهن و لریا قربانی مخصوصی نداشتن در به هم بخاطر از گرشن بهشون میگه نه یه هدیه بالاتر میخوام بدم به اهرون کوهن که هر روز بیاد در شمای منورا روشن کنه و همطور بعدش که میگه انجام داد اهرون که در واشی میگه لوشینا چیز گرشن گفته تغییر نداد اما یعن چی تغییر نداد مگه باید تغییر میداد و سوالات متعددی از توی قسمت وجود داره شروع میکنیم از آن مرحیم مخادوش ببینیم که سوالات ما چی بهمون جواب میده از قسمت متن دوم میخونیم دلود خواهد هنروز موقعی که روشن میکنی شمها ولی خناده هست باید بدونیم چون نگفته بدیل فقا موقعی که میای روشن میکنی اخوام این توضیح دادم توضیحات زیاد یه هم سر خناده هست امتابه بعد بدونیم چرا دستور نداره خداوند این میسوا در روز اول چون میسوایی هست که رفتا انجام شد از همون روز اولی که انجام شد کارای عبودای میشخان الان توضیح میده زود حلوهی کتوبا و همینطور نوشته این میسوا خودش که دستور میده در پاراشای سلوما گفته و الایت نروته ها چراغا رو روشن کرد چرا دوباره برگشت تکرار کرده و نمیشه یا ایرو چرا نگفته تا ایرو روشن کنی تمام اینا علت چی هست توضیح میده خخامه توضیح دادن نوشته به علوت ها چون که این چراغا ها لا یوقبوین یه جای معین و مشخصی نیست میخواد دستور بدهشن در هر موقع اشه یوردن لقل میخوام اینا رو پایینش میارید تمیزش میکنید و سر جاش قرارش میده مرتب کند اونها رو مثل طریقی که روشن میکنم مقابل منورا و به همه خاطر نگفته تایید چون که این میسوا در موقع روشن کردن نیست یعنی کارهای دیگه هم هستش تمیز کردنش هست داره انجام میده و بعدش هم که میفرماد المول پنه هم منورا مقابل منورا دلیلش این هست که خخامی در مسکت شباز فرمودن نخود که پاروخت آید بود پرده بوده اون طرف پرده اوجا منورا بوده و سوال میکنه به خیلی او راهو ساری آیا عشم احتیاج به روشنایی داره احتیاج به منورا داره مگر که تمام 40 سال که اصلا تو بیابون هستن لوال خو الاله او رو عشم بهشون نور میداد و عشم میگه برای من بیا چراغ روشن کنید مگر نه ادول وای اولا این یه نوع شاهدی هست برای تمام مردم دنیا که بدونن خدا با اسرائیل هست
چه شهادتی است؟ امرو نر معرابی. اینجا منظور به نر معرابی هستش که نر معرابی بعضی میگن چراغ وسطی هست، بعضی میگن چراغ عاقلی به سمت غرب هست که یک روغن به اندازه همه میذاشت و فردا که میومد همه خاموش شده، اون یکی خاموش نشده بود، خاموش میکرد دوباره روشن میکرد که این نشون دهنده معجزه خداست، که نشون میده کل نر به نر چرا با هیچ کدوم از این چراغان نیامده مگر به خاطر که شهادت بده که خدا با ملت اسرائیل هستش. خب این مثلا اینه که آقای اورخیم مقادوش و همین ترکستان چی برای ما توضیح میدن. اولا منورا میدونیم که هفت شاخه ای هستش، هفت شاخه هستش که میومدن، تصویراش امروز هم ما میبینیم. اونکوهن میومده معره هنگام غروب میومده اینا رو روشن میکرده، روشن میکرده همینطور روشن بوده تا فردا صبح. اولا بفهمان که بعد در واقعی توضیح میده خوندن لبنسی عبدینگینوز به صورت منورا خیلی عالی هستش. توضیح میدن که لمسه دنگینوت وقتی نگاه کنیم تو سیدور هم تصویرش هست، اومده کلماتش رو در داخل اون شاخه های منورا نوشته، بعد توی شاخه منورا جا داده، هفت تا پاسوق هستش لمسه دنگینوت. و البته جز پاسوق اول که شروع هست که بالا قرار میگیره تو هفت تا شاخه پایین هست و همینطور 49 تا کلمه داره، هر کدوم از اینا اشاره داره. هفت تا پاسوق داریم در مقابل هفت شاخه منورا هستش. لمسه دنگینوت 49 تا کلمه داره مقابل تزییناتی است که در داخل منورا به کار رفته بوده. وقتی در تورا ما نگاه میکنیم بریم توی منورا چه تصویری داشته، شکل جام درش بوده، شکل گل هست، شکل سیب هست و همینطور روغنایی که درش قرار داره. وقتی نگاه کنیم می‌بینیم که 22 تا شکل جام درش هست، گلیه ها، تپکره ها، افراخه ها، شکل گل داشته، 9 تا شکل گل درش هست، 11 تا شکل سیب هست و 7 هم که اون شاخه بالا هستش که روغن درش می‌ریختن، روغندانی هستش که اونجا روشن می‌کردن. اینا رو جمع بزنیم 22 با 9 با 11 با 7 49 تا میشه. اشاره است به همون 49 تا کلمه‌ای که در لبنسه دینگینوت هستش. خب حالا اینجا هستش که به خاطر همین ممکنه ما بیان سوال کنیم چرا لبنسه دینگینوت در داخل منورا گذاشتن، چرا شیلا معلوز ننوشتن، چرا میزمور دیگه از تهلیم ننوشتن؟ چون اینجا تنظیم میشه هم 7 تا شاخه و هم 49 تا کلمه. از اینجا هستش که بفهمان خوندن لمرسه میگیلوت به صورت منورا بسیار زخوت و سگولای بالایی داره. رمبان توضیح میده فهمان اگر هر کسی که هر روز به صورت منورا لمرسه یه رو بخوندهش، نه که مثلا دستش میگیره بچرخوندهش بارونش کنه، اما شکل مستقیم جلو خودش قرار بگیره و نه که روز مثلا میز گذاشته اینطوری بخواد سر بیاره پایین، مستقیم جلو به چشم میذاره و میخوندهش، این زخوت و میسای بسیار بالایی داره. و همینطور میفرمان که اگر در نسخما آرامبار میفرمان که اگر که موقع آفتاب تفیلا کسی بخونه تو لحش شب قبل از اون لمرسه عبین دینات بخونه تو روز اتفاق بعد براش رخ نمیده. و خیلی میسای خوبی هست قبل از اوست شالوم اگر کسی وقت داره لبرسی هم بخوندش. البته هم میدونید که اگر کسی وقت نداره کسی که همیشه عقل میفته به قادش قادش و نقدی شاخ نمیرسه نباید بخونه، یعنی نقدی شاخه مهمتر هستش و باید اضافه دیگه نمیخواد بخونه، از خود تفیلات کسی کم نمی کنه. ولی آرام خیدام توضیح میده فهمان کسی که به صورت لبرسی هم به صورت منورا میخونه پاداش خیلی زیادی هست که نصیبش میشه. آیا میفهم ما برای چی؟ اصلا خوندنه به این شکل چه تأثیری اصلا داره؟ جواب میده نوشته که امروز ما به تعلیق داشت نداریم، به تعلیق داشت نداریم و کسی که منورا هم نداریم، ما هر کسی میان منورا به این شکل لمرسیت داخل شمدون منورا میخونه مثل که یک منورای بالا داره روشن میکنه، یعنی
هر چیزی که اینجا ما داریم مشابه است، بالا هم هست. وقتی که میان منورا اینجا به این صورت لمسه ها رو میخوندش، مثل این هستش که این کیلو مدلیق منورا شل مل، مثل این هست که داره روشن میکنه شمدوری که در بالا هستش، و مثل این هستش که ما الان توی طبیق داشت هستیم. و سهر خاطر نوشته گرم لخپارت اوانوس، باعث بخشش و کفاره گناه آدم میشه. حالا باز هم سوال بعدی ممکنه برای ما پیش بیاد، چرا اصلا لبنسه یخ برای ما تو تفلای شهریز گذاشتن، تو تفلای مینخوا هم گذاشتن، تو عرضیز نگذاشتن برای ما، به خاطر چی هستش؟ در زوار خودش توضیح میده. در کتاب میشله یه جمله هست نوشته شمن اکتورت یه سمخ ل، شمن روغن، اکتورت و بخور قلب انسان شاد میکنه. از اینجا دلیل میارن که برای هر روز می آمدن پتورت روشن می آوردن، بخور می آوردن و شمع منورا روشن می کردن. دوتاش هر روز بوده. ما میان چکار می کنیم؟ هر روز اگه کسی بطور لمنسی به صورت منورا بخونه، برای موقع شهریت برای ما گذاشتن، موقع شهریت قبل از باروخ شعبت که اون موقع پتورت تقدیم می شده اول صبح، و همینطور شمدون هم می اومدن تریز می کردن، مرتب می کردن، آماده می کردن. پس صبح برای ما قبل از باروخ شعبت لمنسه یخ رو گذاشتن. و همینطور موقع مینخوا هم، مینخوا هم معمولا آخرین وقت می خوندن، یعنی در سر غروب موقع مینخوا بوده، و اون موقع هم زمانی هستش که میان و شب روشن می کردن. توی منورا تو به تنبیه داشت. پس توی این دو زمان برای ما معین کردن که لمنسه توی تفیلا بخونیم. حالا اگر که این دوتا بیا به صورت منورا بخوندش، از خود بسیار بالاتری داره. پس قطورت و شم دوتاش توی پاسوقه اومده، شمن اختورت یه سمخ لب. پس همینطور که قطورت نوشته وی خپر علا آم، باعث بخشش گناه مردم میشد، شمه روحنی هم که روشن میکردن باعث بخشش آمون میشد. پس اموزه هم فهمون همینطوری هست. وقتی ما میان و به صورت منورا میایم لمنسه یخ رو میخونینش، از خود بسیار بالایی است. من نوشته وی خپر علا آم هستش. اگر میبینم فهمون که منورا وقتی ما نگاه کنیم با پاسخهای اول تورا تمام اینا تنظیم میشه، بروشی برای لوکی به تشمنگت هارست، هفت تا کلمه داره، اشاره به هفت تا شاخه هستش. وقتی نگاه کنیم پارشای شمود شروع پاسخ اولش لیل شما به ایسر عبایی میسفرد، ما اونجا 11 تا کلمه هست، اشاره هست به 11 تا گلی که در شکل منورا وجود داشته. اما تا ویقلا نگاه کنیم، ویقلا مشکل و دبرش ملاب 9 تا کلمه هستش و اشاره هست به 9 تا شکل سیری که هست و چیزایی دیگه. خیلی صدوت بسیاری هستش که در این قسمت وجود داره. پس اینجا اولا متوجه بشیم که اهمیت زیاد داره موقعی که ما بیایم لبرسیه رو میخونیم، و همینطور قسمت هایی که در رابطه با روشن کردن شب و منورا هستش. خب این نقطه اول هستش که در پاراشا ببینیم که برای ما توضیح میده. حالا وقتی میدیم جلوتر ببینیم که تعریف ارونکوین میکنه، میگه چی؟ و یاد کن ارون الملتر احمد راه الان روته ها کرچرسی و ارونهای اتموشه انجام داد. همینطور ارون همونطور که بهش گفتن گفت باشه، هر روز می اومد با عشق و علاقه زیاد می اومد این رو روشن می کرد. کرچرسی و ارکم اتموشه همونطور که خداوند دستور داد به موشه. خب سوالی که پیش میاد دیگه، بله، و یاد کن ارون تحسین ارون می کنه به خاطر چی؟ لشینا اون چیز که بهش گفته شد عوض نکرد، تغییر نداد، دقیق قانون رو اجرا کرد. که بعد سوال میکنن خب چیز که به ما هم بگن ما دقیق اجرا میکنیم، عوضش نمیکنیم. اگه قرار کسی عوض کنه تفیلی به ما گفتن بپوش، اگه کسی میاد تفیلی یک جور دیگه میپوشه، طریقه درست کردنش عوض میکنه. نه بچی چیه تحسین اهرون کجاست؟ میخونیم از مرخی بخادوش و یه از که هرون که از سی و هرشمی نوشه سیخ را در لام و سرخت عمر امولتن همه دورا. اولا سوال اولی نستش چرا درشه مقابل منورا روشن کرد و آیا کافی نبود بگه و یه از که امولتن همه دورا؟ نمیخواد.
حتی برگشته دیگه کثیر سیوا آنطور که دستور داد رو اما امار اسمو و این دسته نوشته و یه از کن ارمون و یه از کن گفته دوباره میگه که اصلا سی بر شرید باشه یه خبه لوبن میخواد بگه و یه از مقابل چی هست سرو قنه روز یقین میخوام موقعی که اینا رو از من باز میکردن تمیزش میکردن که مثل نو و جدید باشه چه بازه یوسف اخین روخ که ما شامر نو این چیزی اصلا شده رو به ما آموزش میده و نوشته علمول پنه مقابل ترتیب گذاشتنشون شیو پیوته پیتیوته این الوت نمیده را که فیتیله ها به سمت بینورا باشه به سمت وسطی نمیشه که هشه سیوا لسر شدیمور آیا بیوم چون که این دستور در روز گفته شد به سوال اومد چه آز میزمنشونی سوا آسا محصه آبود از اون موقعی که به ششم دستور داری کار انجام داد در خاطر گفته که هشه یعنی چی؟ چه آز را بزمنش سیوا هشه یعنی همون روز که هشه بهش دستور داد که او بایره هنگام عصر اومد این رو انجامش داد و اگر شما من رو باز که گفتیم که یه شنال ادلاقا بنیان به نر عراقی روشن میکردن اون شمی که معراقی هستش دوازه دو آیا ایلا بیزمان یه دیده هست امشن شاید کاوا نر معراقی بگیم شاید دورای دیگه نبوده میگه بله الان در زور عراقوین انجام میشه و همینطور که دورای بعدم می اومدن موقعی که به تنقلاش خاص این کارو انجام میدادن میشه کشل سیوا یوری عاشق خوشل هارون تحسین هارون رو میخواد بگه که مشی آسا هارون کاری که هارون انجام داد لو از اول سر همه علا بر کاوت به خاطر درجه و کاوت انجام نداد کشل این مقام رو بهش داده مگر لسد اسوت نسبتشه فقط به خاطر دستور خدا و به همین خاطر است میشه لسد رسون ها الو ای خافاستی داوود ملق در فعلی میگه من فقط میلتو میخوام به جا برسونم هدف دیگر توی قسمت ندارم اول رحمه خودش جواب ما رو میده که اینجا چطور شد پس تعریف اهرون میکنه برای چی؟ میگه بله اینجا یک کار خیلی بزرگی داره انجام میده اهرون از طور که گفتی منورا چیز کوچیک و سادهی نبوده سلوت زیاد و رمزهای زیاد در داخل این منورا وجود داره تنها کسی که الان داره کار انجام میده اهرون کوهن هستش این زخوته فقط به ایشون داده شده حتی مشم چنین کاری انجام ندیده حالا ممکن بود که جواب سراغ اهرون بیاد شاید احساس غروری داشته باشه بله منم هیچ کس مثل من نیست اینجا هستش که داره چرا یاد ما میده میگه لوشینا و یاد چن اهرون اهرون دستور انجام داد که هشه سیوا هشمت باشه اونطور که خدا دستور داد به موشه بدون گهوا بدون تکبر بدون فکری که غیر خدایی باشه نه این بعد بگه آه نیستای خیلی بزرگی تو دست من است اینجا نقطه یه هستش که داری به ما یاد میده مقام خیلی خطرناک است پست و مقامی که انسان دیرش میاد یه دفعه آدم از خود بی خود میکنه اگر آدم به یه موقعیتی برسه وضعیت مالی خیلی خوبی داشته باشه یا یه ریاست منطقه جایی گیرش بیاد خیلی خطرناک هستش که آدم بتونه تو این موقعیت خودش رو درست نگه داره اینجا که در مورد اهرون داره صحبت میکنه اهرون خودش رو نگه داشت حتی تو فکرش هم نظر جهوا و تکبر و غرور سراغش نیمد این درزه یکیش که در واقع داره در مورد موشه رابینو و اهرون داره توی قسمت صحبت میکنه خب این در مورد کی است؟ در مورد اهرون نکوهن حالا بیان در مورد موشه موشه چی بوده؟ واسه داره رو میخونیم وزه محصه امنورا خب در مورد موشه هم البته نوشته چی؟ نوشته این منورا میقشا یک پارچه درست بشه پس خیلی داله می نویسه نزه محصه هم منورا میخشا زها اشن دو موشه می فرماد منورا ایطوری ساخته می شود یک پارچه طلا عد یه رخا تا پایین گلهاش همه را یک پارچه باشه اشن منظره یه است که نوشین موشه می ده که آسا از منورا موشه ربینو اومد و منورا رو ساخت و درست کرد این چیزی هستش که پاسوق تورا هستش خب حالا ببینیم که برای ما چی توضیح میدن؟
الان توضیح بده برای ما لزه مرسه امیدورا. اصلا سوال هم یه یه سوالی هست که اینجا مطرح میشه، میگه چرا اصلا سختش بود برای موشه نوشته ایت قشا موشه، موشه سختش بود اینجا، اینجا نرسه سختش بود، فقط یکی نوشته سختش بود. حالا اینجا سه سوال میکنن، یعنی چی چی؟ سختش بود یعنی چی چی؟ جواب بمون میده لزه مرسه امیدورا ترشو سخت و مرد پاسوخه پرمخه رکان. این پاسوخه دوباره تکرار کرده، لازم نبودش یا پاشای تروما پاشای عقل و یقل اونجا گفته ایتیاشه بند لمان دابلوخ بیدیه نروز شباله ها سیزمی شورت هاوز اینجا بخواد به ما بگه که درستش میکردن، باز میکردن، تمیز میکردن و از اینجا هستش که برای ما توضیح میدن دیگه هم شعار همه دارا این خیوب قیوم هم نیخشا. خب حالا چندین منورا البته بعدا درست میکنن، همه اینا باید یک پارچه باشه یا نه؟ چرا معمل خیال 10 تا منورا درست میکنه، اما بازم از هم یه دونه ای که بوده استفاده میکنن تا زمانی که داشتن. بنوشته اونا چی جوری بوده؟ شرگم هنه رو دیخل خلق نمده راهه، اون قسمت بالایی هم جامعه ها که روغن درش میریختن قسمت از منورا به حساب میاد و میبینیم که اینا هم جدا میشده. منادون مهم که دین داور شای دیخل خب چی جوری بوده این؟ یک پارته چی جوری بود؟ نرمه در اکرار بخواد به ما بگه شرگم شامل اکاسو میخشا ای که به ما گفتی یک پارچه زیاد یا متخیلا اول کار بود، اما بعدش میتونست انجامش بده به شکلهای دیگه. برای میشه لزه محصه همه دارم میخشازا شکنی اومده اومی مرسای دابر از سالامه پس متوجه میشیم که همه روز یا تو نکرال میخشا شیرم دارم، یعنی فقط قسمت بالای روغندان جدا میشد. بلا تیر برنه قلمان دامر تویه نروز گمکن کان رو یا شام دارم دارم به محصه بشه گم آخر ششتمشو با اینجا کلا برای ما توضیح داد که منورا یک پارچه بوده. خب اول یک پارچه بودنش یعنی چی؟ اینا یه صفحه بزرگ طلایی گرفتم شکل منورا با تمام تصویرهای سیب و جام و هر که داره داخلش در میارن. خب الان میخواد به ما چی بگه؟ چرا لازم است منورا باشه؟ یه توضیح اینجا برای ما توضیح میدم، میفهمان که تمام نسوای تورا به هم مربوط است، همه از یه پارچه هستش. ما کسی نمیتونه بگه مثلا یه نفر هست صبح زود همیشه تفلای نصف میخونه، تفلای آفتاب میمیره، خیلی خوب، خیلی هم عالی هستش، ولی این آدم اگر بیاد چه خودش فکر کنه بله من دیگه همیشه بهترین تفلا من میخونم، من صدق کامل هستم دیگه، من میتونم لاشونه ها بگم، من میتونم دروغ بگم، در مغازه که رفتم میتونم سر دیگران کلا بزنم، اول آسون هست کنم اینطور فکری بکنه. 613 تا میسوا داریم، 613 تا هم یه سراره داریم، هر میسوایی برای خودش یه سراره داره. پس اگر یک میسوایی انسان خودش رو پاک نگه داشت، میسوایی دیگر باید خودش رو پاک و قادش نگه داره و کامل انجامش بده. پس این نیستش که بگه خب یکیش من درست انجام میدم، یکی دیگه هست نه، من دیگه پاتور هستم و من معاف هستم. در خاطر از سنگه میخشا اینا یک پارچه هستش، یک پارچه درست کن اونها رو، همه اینا به هم مربوط هست و یه نیستایی که انجام دادی بله تفیلا خوندی، صدقه هم باید دیدی، صدقه هم دادی به دیگران هم باید کمک بکنی، یه خورخوری هم انجام بده، یادت مریض هم داشته باش. پس هر نیستایی برای خودش یک زخود جداگانهی برش وجود داره. خب برای میرسیم به همون سوال، سوالی که اینجا مطرح میشه در مورد مشربه داره و شالو در مورد فقط منورا هسته سرشه ایت قدشا موشه، موشه سختش بود، چیجا موشه سختش بود؟ آیا چیزای دیگه سختش نبود؟ فقط یکی هستش که نرشته مشربه رو سختش بود و متوجه نبودش؟ جواب میدن میگن که بله، وقتی که منورا گفتیم کسی روشن میکنه، الان ما به طریق داشت نداریم، هر کس که میاد گفتیم میاد به صورت منورایی رو میخوندش، شمدونی در بالا منورا در شمالیم روشن میشه. خب یعنی چی؟ یه چیزی هستش که به ما چی میخواد یاد بده؟ یعنی یه کار کوچیکی توی دنیا یه دفعه ببینیم چه تأثیر رو عالم دیگه میذاره. این اومدن یه شمع اون زمان تو به تاریخ داشت تو میشکان
یه منورای روشن میکردن در مقابل یک منورای بزرگی بالا روشن میشه. پس چی میخواد به ما یاد بده؟ یعنی عمل کوچیک ما رو علامت بالای خدا تأثیر خیلی زیاد داره. همه چیز یه دفعه میریزه به هم. یه گزرایی هست. یه نفر مریض هست. ممکنه من بگم یه تعلیم خوندن من چه تأثیری داره. به ما جواب میده. یه فصل تعلیم که من بخونم یه دفعه یه آدمی که بیماری سخت داره. گزرای سخت بالای سرش هست. با یه تعلیم خوندن من یه دفعه همه چیز عوض میشه. یه دفعه همه چیز تغییر پیدا میکنه. پس هر آدمی برای خودش یک شخصیتی هست. هر آدمی برای خودش یک زخوتی هستش. پس این دستش که به ما یاد میده. میگه ببین. زه معصه همه نورا. این چیزی هستش که جواب سوال ما اینجا به ما میده. این نقطه ای هستش که برای موشه سخت بود. چی برای موشه سخت بود؟ آیا این همه معجزه موشه رو انجام داد؟ یه همه دستور هشن بشتاد؟ یه همه کارهای مشکل انجام داد؟ هیچی سخت نبود، فقط یکی سخت بود. من خاطر هستش که اینجا داره ما یاد میده. بله، برای موشه این سخت بود که اگر فرض کنیم اینجا یه نفر سوسیت میپوشه تو عالم های بالای هشم چه اثری داره؟ چی که همه چی میروزه به هم چجوری اثر میذاره؟ یه که موشه نمیدونه و اینجا هستش که هشم میاد برای موشه رو به رو توضیح میده و براش بیان میکنه تاثیر یک میسوا در علم عبا چی هست. چه میسوای که ما انجام بدیم که آوان باشه، دوتاش آوان هم میگه یه لشاناره که آدم میگه که تحصیلات میذاره، یه غیبت که در مورد کسی دیگه انجام میده، تمام اینا یه دروغی میگه، یه آوان حسادتی داره. تمام اینا رو تمام پرونده ها و دنیای دیگر تمام اینا تحصیل خودش رو داره. پس این درسته که به ما یاد میده. نکته ای که مشرف ناله برشانه برای سخت بود این سوال بود درشم جوابش میده بله. حتی یک نکته بسیار کوچیکم میتونه که تاثیر بسیار زیاد توی زندگی آدم داشته باشه. پس همین خاطر است که اول پاراشا میبینیم چند پاسوخ در مورد منورا داره صحبت میکنه. اول این درس رو به ما یاد میده که چی همه چیز زیر نظر خدا هستش. این که به ما گفت دوباره ببینیم در همین رابطه بازم تو پاسوخ اشاره میکنه در پاراشامون پاسوخ یودخت هستش. اسرائیل تو بیابون هستن. میدونید که تعداد خیلی زیاد است. چند میلیون نفر اسرائیل تو بیابون هستن. رهبری اینا، هدایت اینا به سادگی نبوده. خیلی سخت بوده. ای کار به مردم داشتن در پارشامون توضیح میده شفار میزدن و سقیا میزدن یا تروا میزدن یا شکلهای مختلف این مردم رو جمع میکردن پیغامی که داشتن بهشون میدادن. حرکت ها چی جوری بود؟ در طور بیفرماد اولتی آلوتیانان اب موقعی که میرفت بالا مردم میفهمیدن باید حرکت کنن و بلند میشدن ساک دارن بار دارن همه اینو بعد آماده میکردن را میفتدن. اب میرفت جلو موقعی که اب میستاده میفهمدن که اینجا باید توقف کنن بارشون خالی میکردن. هیچ کس نمیدونسته کی باید را میفتن. آیا دو روز اینجا میمونن، یه ماه اینجا میمونن، یک سال میمونن یا مثل مثلا قادش 19 سال اونجا میمونن. اینا نمیدونستن. هر لحظه ممکن بود که بهشون ابلاغ بشه الان حرکت کنید. خب الان چی به ما میگه؟ واسه یوسف میگه عزی اشه اسرائیل اسرائیل عزی اشه یخنو کل یعنی اشکش کنه آنان علنش کن یخنو به امر خدا حرکت کنن فرزندان اسرائیل و به امر خدا اردو بزنن. تمام مدت زمانی که ابر روی میشکان هست اینا بعد همونجا متوقف باشن. اولا همه خواهی سوزی میده. عزی هشم نیستو برای اسرائیل و آنان یگید اشر پیشم یقوبم. عبر چی میگفته؟ مردم اعتقاد به عبر که پیدا نمی کنن. خدایی از که عبر رو آوردنش. کل یعنی او عریخ با اکاتوب لسده کل بخین و درنها گوته آنان. اینجا اومده برای ما مشخص میکنه. عبره چجوری حرکت میکرده؟ اون لمس شیبخان سن اسرائیل تعریف و تحسین اسرائیل ها داره دیگه. چایی و خفصین برشد یه خوصشه. مایل بودن درس خدا میخواد. و بعد میخواد شروع کرده که چقدر معطل میشدن برای اردو زدنشون. میرشه کل یعنی اشویش کنه آنان یخنو. یخنو یعنی چی؟ یعنی از خودشون
میل و رضایتی ندارن مگر اون چیزی که خدا بخواد. و به همین خاطر نمیشه خانو بن اسرائیل، میشه و یخنو. یعنی چی؟ همونطور که بعدش میگه او عارف میخواد بگه که حتی اگر مدت زیادم اونجا متوقف میشدم با وجود این یخنو میگفتن چشم و شام رو میخواد بگه که میده ورد شای و خانم کرز من اون بودی اکی رو آیو اسیم ادوار ایش کسی از خودش کاری انجام نمیداد مگر و شام رو یعنی دستور هشم رو اجرا میکردن. و همین است که نوشته یا میبردیم ولو ایساو که این مطلب رو میخواد به ما اشاره کنه. اینجا پس یه نکته مهمی که داریم به ما یاد میده، دیگه نگاه ابر میکردن اما الپی اشم ایسو و الپی اشم یخنو به امر خدا حرکت میکنن، به امر خدا اینا متوقف میشن. خب وقتی که ابرها را میفتاد حرکت میکرد، بعضی ها بودن که الان آمادگیش نداشتن. فرض کنید یه نفر الان خسته شده گرفته خوابیده، رفت تکونش هم بلند شد و ابر را افتاد بعد را بیفت. اما خیلی زود سریع باید بلند میشدن، بار داشتن، وسیله داشتن، تمام اینا باید سوار اولاغاشون میکردن، گله دارن، رمه دارن، هر کدوم از اینا مرتبشون کنن، منظم کنن و یه دفعه گروه سمتشون را میفتاد. از بعضی وقتا هم خیلی راضی نبودن، ناگهانی چیز ازشون خواسته میشد. همین خاطر است که اینجا میگه اگه میخوای درس رو بهشون بده، ما از خودمون رضایتی نداریم، از خودمون اختیاری نداریم، همه چیز دست خدا هستش. خیلی وقتا میشه بله من فردا میخوام برم مسافرم، برنامه ریزی میکنه، بلیط هم میگیره، اما یه دفعه فردا هم همه چی به هم میخوره. اما برنامه‌ای که داشته اصلا میگه باورم نمیشه، من فکر نمیکردم که این مسافرت به هم بخوره. اما او آدمی که بدونه همه چیز در جانب خدا است، هیچ وقت زندگی شکایت نمیکنه. همیدونه که هر چیزی از جانب هشم تعیین میشه. اینو قرار فقط تعیینشون توی اتاقش هست، خانمش نگاه میکنه، میره قدم میزنه، یه چیزی داره زمزمه میکنه زیر دهانش. اینه که داره بگه خدا کمک کن درست برسم به مقصدم، حرکتی که دارم میکنم. اما زنش وقتی متوجه میشه میاد میگه چطور شد؟ مگه جایی میخواید برید؟ مسافرت میخواید برید؟ کجا میخواید برید؟ مگه دارید تپلا میخونید؟ رو باشه بودم خدا بهم کمک کن انشالله صحیح و سالم برسم. کجا میخواید برید؟ شهر دور میخواید برید؟ ورشو میخواید برید؟ ویلا میخواید برید؟ آدهای دور بوده که معمولا ایشون میرفته. کجا میخواید برید؟ ایشون جواب میده میخوام از اینجا برم تو اتاق او برید. چون تعجب میکنه اینجا رفت از این اتاق خواهد تو اتاق دو متره، اینجا هم تفیله میخواد. میگه بله اینجا هم تفیله میخواد. آدم صبح داشتن بعد تفیله بخونه. میگه ببین من یه مثال برات میارم. ایشون به خانمش میگه تو برم از خواب بیدار میشه. وقتی آدم از خواب بیدار میشه دستش فقط میاره بالا، دستش چند سانت میاره بالا. به نظر تو این بدن آدم چی کار میکنه؟ میدونی چقدر فعالیت میکنه تا دستو بره بالا؟ میدونید چقدر هزاران سلول هستش اینا بعد حرکت میکنن؟ آیا میدونید اول مغز فرمان میده به بدن آدم، این مرحله اولش هست، بعد خون جریان پیدا میکنه، بعد دستش که بخواد بیاره بالا ماهیچه باید کشیده میشه، عضله ها اینا حرکت میکنن، اینقدر کارهای اینقدر فعالیت ها انجام میشه و چند ساعت فقط دست بیاد بالا. میدونی اگر یه اختلال کوچیکی به وجود بیاد، یه اشتباه کوچیک، همه اینا به هم میخوره. پس هر کاری که آدم بخواد انجام بده اگر از چه نخواد بینیم که چه مصیبت هایی هست بشه. پس برای هر کاری آدم باید برای هر چیزی تفیله بخونه خدا به این کمک کن، خدا به من کمک بکن که فلان کار بخواد انجام بدم، تو میخواد از خواب بیدار بشم، فردا میخوام فلان جا برم، من میخوام برم تفیله بخونم، من میخوام دنبال کارم برم، میخوام برم فلان معامله انجام بدم، میخوام برم فلان برگه امضا کنم، هر چیزی به فهمات احتیاج به تفیله داره، میخوام برم خرید کنم، چیزی که میخوام بخرم خوب باشه، در اصل توش نباشه، جنس عوضی نخرم، یادم نره بیارم بنزه، یادم نره که پولش مثلا بخوام بدم. برای هر چیزی وقتی انسان تفیله بخونه یعنی چی؟ یعنی نشون میده که خداوند همه چیز در زیر نظر تو هستش. خاصیتش که اینجا در واقع داره برای ما اشاره میکنه
از یعشم ایسو بن اسرائیل به امر خدا انسان حرکت میکنه، به امر خدا متوقف میشه و همه چیز از جانب خدا هستش. آدم میده مطلب پس به کاف آرف و یه کشی یانا نعرم از بوقه. بعض وقتا بود که ابر از شب تا صبح میمونده، بعض وقتا یه روز و یه شب بوده. و نه علاه آنان و ناساو دو روز یا یه ما یا یک سال به حریق آنان پیروش یه سپر کار میشه و خیستایه شفر و کلگاه نیست اکیوی آنان شانا اخر یخن و بیوسولا و به آلوتو افلوریت اکیوی را میره و بوقه و نه علاه آنان نسیم. اولا توضیح میده که اگر طولانی میشد مدت یک سال اینا اصلا رولون نمیزدن، شکایت نمیکردن، هیچ وقت نمیومدن بگن آه او دفعه ما تا اومدیم جمع بشیم دوباره فرداش را افتادیم. اما اینجا چند سالی که ما اینجا هستیم به این تو بردیم که لما او سخل افتیم شنه پسوخیم بلیشانیم. خب وقتی ما تو پاسخ نگاه کنیم دو تا پاسخ قبل از این گفته او به عریخ آنان، اول میگه موقعی که طولانی میشد، بعد دوباره میگه دو روز یه ماه و یه تشه یه آنان. این لگیشی خانشل اسرائیل اگر اینجا میخواد بیاد تعریف ملت اسرائیل بکنه اینا او به یه تر شهر وقت دیگه من شلده باریم مثل جای دیگه هستش. فقط همین رو میگفت اینه ایمو لوق آدم محمد او عریخ آنان اگر نمیگفت. خب چی میگفت این با؟ الاین و عمرین شایون ممسینی بیزمن آرو شاید اینجوری ما معنی میکردیم اگر زمان طولانی بودش بعض وقتا خب حوصله‌شون سر میرد نفر اشکال نداره و ایون یاسین بزنی من اموال ولو یه خروب تأخیر نمی کردن. اما به ما یاد میده اول یه در از اشاله که درخش پیرشی و اینو یاده این اصلا نمی دونستن که که باید درکت کنن. بعد از یه همکه حرکت می کردن شاد بودن، زود بود، دیر بود، در همه این موارد نوشته الکی هشم بیاد باشه که ابر فشورده می شد را می افتاد. و جالب اینجا هستش که مشه ربلو هم می اومد ابر آماده می شد اما مشه می گفت کون معشن. این جمله که می گفت موقع هستش که مردم متوجه می شدن و ابر می رفت جلو و مردم پشت سرش حرکت می کردن. اینجا نقطه ای هستش که داره به ما اشاره می کنه که فهمان هر چیزی توی زندگی انسان باید بدونه. همش نوشته چندین مرتبه تو پاراشای هفتمون نوشته هم قسمت اول که هشستی و هشمت موشه دوباره می نویسه الفی هشم به ید موشه تمام اینا توسط مشربن و اگر اعلام میشه به ملت اسرائیل اما تمام از جانب کی است؟ الفی هشم تمام از جانب خدا و دستور خدا هستش که اینجا انجام میگیره. اینجا در به ما ایجاد میده که می فرماد تو زندگی هر جایی که انسان با خدا باشه با یاد هشم باشه اون موقع هستشه هشم هم بیشتر کمکش میکنه. یعنی وقتی ما نشون بدیم که توکلمون نسبت به هشم قوی هستش و میپذیریم از که از جانب خدا بیادش این خودش یه کمکی میشه و امتیازی برای ما میشه که راه زندگیمون با موفقیت بیشتر باشه. از ریستل فند تعریف میکنن همان ایشون کتابی داره شروع تو چوبا داره به نام مرقس ریستل. ایشون خیلی صدیق بوده از زمان بچگیش خیلی رعایت قدوشاش رو کرده بودن و امروز هم میدونیم که شاید یه سوال برای ما همیشه پیش بیاد از مرغا اینا هر کدومشون که یا مثلا ایشون مثلا فوت میشه بچهش جایگزینش معمولا میشن ممکن ما سوال کنیم خیلی چجوری هست مثل مثلا سلطنتی هستش آیا ارثی هستش کسی بهتر از ایشون مثلا پیدا نمیشه. خب حالا خودش ادواره درسته حالا حتما واقعا بچهش هم مثل خودش هسته بچهش بر جاش میشه تا یه راوی باشه کسی دیگه باشه درجهش بالاتر از ایشون باشه. اینجا وقتی نگاه کنیم ببینیم که چرا بچهش انتخاب میکنن چون که بسیار دقت میکنن تو قدوشایی بچه. یعنی از همون موقعی که ایشون ادمور هست ایشون بچه گیرش اومده از همون بچگی رو ایشون کار میکنن از همون بچگی تا موقعی که بچه هست هر روز میقله میبرندش بسیار دقت میکنن غذایی که این بچه میخوره چی هست خیلی بیشتر از کسای دیگه یعنی با قدوشای مخصوص این بزرگش میکنن خوراکایی که میخوره سبزیجاتی که مصرف میکنه میوه‌هایی که میخوره تمام اینها
معصر جدا شده باشه، هیچ نقصی و هیچ لغزشی و سوالی روش نباشه. حتما کلا باید سرش باشه ایشون، یک لحظه نمیذارن کلا از سرش بیفته. تمام قدوشا وقتی با این بسته میدن و از خود بابا هم داره، بنابراین این رئول میشه، بنابراین شایستگیش رو پیدا میکنه که بعد بعداً جایگزین پدرش بشه و این زخود و این قدوشایی تونسته رعایت کنه. اگر که بچه از همون زمان کودکی بهش برسن رعایت کنن تمام نقطه هایی که لازم هست، ایشون قدوشایی از زمان بچگی داره. خوشی به یه سخیل پند ایشون یه بچه 13 سالش بوده، من تازه برمیستا شده بوده، ایشون خیلی رعایت میکرده، همه چیز رعایت میکرده. یه موقع ایشون از بچگی یادش داده بودن که تو چشم دخترها زنها نگاه نکنه، این از همون بچگی این مطلب رو ایشون رعایت میکرده. یه موقع ایشون از تو خونه بهش میگن برو این مقدار میوه بخر، ایشون میاد برای خرید میوه. وقتی میاد میده که یه مغازه هستش اونجا طالبی گذاشتن، یه مقدار طالبی اونجا هستش، نگاه میکنه بعضی ها نگاه میکنه منش کارش خوب نیست، بعضیش نارفته، بعضیش خوب نیستش، له شده هستش و ول میکنه دیره. یه دختری بوده توی مغازه که اونجا کار میکرده، ها ببینه این وقت یه جمله قشنگ از درش در میاد، یه جمله از مسخت سنهدرین، مسخت سنهدرین داف صدیکی هستش، یه جمله نوشته صدیق با لپو ویپاتر بلو میلون. اونجا نوشته وقتی صدیق میاد توی شهر آیا نمیاد مثلا اونجا جابش بدن زندگی بکنه؟ حالا میلون دوتا معنی داره، میلون یه معنی دیگه شهر همون طالبی و خربوزه هستش. این دختره میگه صدیق اومده اینجا آیا نباید مثلا یه چیزی میلون بخره، طالبی چیزی بخره و بره؟ این رفعه دیبینه خیلی جمله حکیمانهی داره میگه، این یه خخمای جالبی داره. ایشون یه رفعه فرش برمیگرده بزینه کی هستی، تا برمیگرم دختره نگاه میکنه، تا نگاهش میکنه خیلی ناراحت میشه، میگه وای من تو زندگی خیلی حواسم جمع بوده، نگاهی هیچ کس من نمی کردم، حالا که من نگاه کردم اصلا آوری از من سر زده. خیلی ناراحت از این مسئله. بلندش میاد نزد باباش. به باباش میگه بچه‌ای که از 13 سالش هست. ایشون خیلی ناراحته. به باباش تعریف میکنه. میگه بابا این اتفاقی افتاد. آیا برای من آبونی هستش یا برای من آبون ننوشتم؟ ایشون جواب میده میگه ببین تو نظری نداشت. و لیستکلی یعنی خیره شده نیست. همونطور که یه نظر منظوری نداشتی. از آبونی نیستش. میگه ببین من خیلی رعایت کردم. ها توی مسخت قدوشین یه جمله نوشته. نوشته چی؟ اصول آدم چه قدش افیشتا ایشا از چه ایر ایدا. اصول یه مردی یه زنی ببینه اگه بخواد قدوشش بکنه نمیتونه قدوشش کنه تا ببیندش، یعنی باید ببیندش یا میتونه قدوشش کنه. من از این مسئله خیلی راحت هستم و به خاطر که آبون برای من استاب نشه و هیچ لغزشی برام نباشه من دلو میخواد اگه اجازه بایی ازدواج کنم. اینجا 13 سالش هم هست، سنی هم نداره. باباشون یه راست میگی تو حرفت درسته. خیلی خوب حالا من برم دنبالش میرم دختر کی هستش. ایشون بلند میشه میگه یه تحقیقات انجام نمیگه دختر خیلی عاقل هستش، خیلی فهمیده است، ولی از خانواده خیلی پایینی هستش، از خانواده ای هست وضعیت مالی چنان ندارن، یه خانواده خیلی ساده و فقیری هستن. ایشون هم خانواده بالایی بودن. میگه این در شأن ما نیستش که با ایشون ازدواج کنیم، ولی نمیدونم بابشم خیلی صدیق بوده. یه خیلی خوب حالا که اینطور شد میره و از رب اطلاق موشه سوال کنم میرم نظر ایشون چی هستش. ایشون بلند میشه میره از رب بل اطلاق موشه سوال میکنه، میگه تو چی زد نظر شما چی هستش؟ رب بهش میگه ببین این بچه خیلی صدیقه، خیلی قادش هست، امیال به ازدواج ازدواج کنه و من هم قول بهت میدم و دعا براتون میکنم که انشالله و تمام دورهای آینده تمام بچه هاتون صدیق باشن و هیچ بچه ناباب در خانواده شما نباشه و مطمئن باش که همینطور هم خواهد شد، همینطور هم میشه. این بچه چیز عجیبی هست، تو این سن ازدواج میکنه، قدوشای خودش رو بسیار خوب حفظ میکنه و در آینده هم تمام بچه ها و ندوهاشون همه افراد صدیق و قدوشی ایجاد بشن. این که داره به ما یاد میده که هر جایی که انسان خودش بخواد قدوش باشه هشم هم نگهدارش میکنه و کمکش میکنه. امیدوارم که انشاءالله خیر موفقیت و افتخار و سیم خواهر ما بده.
زندگی خوبی داشته باشیم و هیچ وقت نشخوره و لغزش های در زندگی اون پدید نیاد و سالم باشیم و موفق باشیم به گولا شده.